بستنی سنتی یا اکبر مشتی؟ اول خامه بستنی رو تهیه می‌کنیم. درون یک ظرف دردار روی روکش نایلونی مقدار خامه می‌ریزیم که قطرش نیم سانت بشه. بعد با روکش نایلونی روی خامه رو می‌پوشونیم و در ظرف رو می‌بندیم و در فریزر قرار می‌دیم تا بعداً برای اضافه کردن به بستنی ازش استفاده کنیم. ارز تهیه 2 کیلو یا 4 پوند بستنی. درون یک قابلمه تمیز به میزان 6 لیوان اندازه گیری شیر پرچرب میریزیم و میذاریم تا به جوش بیاد. بعد از اینکه به جوش اومد، یک لیوان اندازه گیری شکر اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کاملا شکر درون شیر حل بشه. بعد به میزان 1/3 لیوان اندازه گیری پودر ثعلب اضافه میکنیم و باز مرتب هم میزنیم تا مایه قوام بیاد و کمی حالت کشدار پیدا کنه. وقتی شیر قوام اومد، شعله رو خاموش میکنیم. حالا نوبت اضافه کردن 1 قاشق مربخوری زعفران هستش. مرتب هم میزنیم تا زعفران در مایه کاملا حل بشه. من از زعفران نکوبیده هم درون مایه بستنی استفاده میکنم، چون ترکیب رشته های زرد زعفرون و خلال پسته سبز و خامه سفید در پایان کار درون بستنی خیلی قشنگ میشه. بعد از اینکه مایه کمی سرد شد، 2/3 لیوان اندازه گیری گلاب اضافه میکنیم، هم میزنیم و بعد مواد رو درون یک ظرف که بهتر فلزی باشه منتقل میکنیم و به مدت 1 ساعت درون فریزر قرار میدیم. بستنی رو از فریزر بیرون میاریم و از کناره به وسط ظرف هم میزنیم و مجدداً به فریزر منتقل میکنیم. این کار رو برای 4 الی 5 بار تکرار میکنیم تا بستنی کشدار و سنتی بشه. وقتی بستنی رو برای هم زدن از فریزر بیرون میاریم، برای گرفتن نتیجه بهتر خوبه که ظرف بستنی رو توی یک ظرف بزرگتر که با مقدار یخ پر شده قرار بدیم و هم بزنیم و بعد مجددا به فریزر منتقل کنیم. چهارمی که بستنی را از فریزر به بیرون میاریم، به دلخواه مقداری پسته خرد شده رو به بستنی اضافه بکنید، هم بزنید و بعد مجددا بستنی رو به فریزر منتقل کنید. اگر مایل بودید که بستنیتون رو با نون بستنی واقعا به شکل سنتی نوش جان بکنید، میتونید نون بستنی رو از فروشگاه های ایرانی تهیه بفرمایید. ما تا حالا هر وقت که بستنی خواستیم بخوریم، قالب بستنیمون به شکل دایره بوده. من خواستم یه ابتکاری به خرج بدم و از قالب شکل قلب هم استفاده کردم. شما میتونید از هر مدل و شکل قالب
دلخواهتون برای بستنی و نون بستنی استفاده کنید. شما میتونید نون بستنیتون رو هم تزیین کنید، یعنی ساده نباشه. همونطور که در فیلم میبینید، من مقداری عسل در آب حل کردم و با قلموی مخصوص آشپزی روی نونای بستنی یک مقدار از این مایه اضافه کردم و با پودر گل محمدی و خلال پسته تزیین کردم. شما میتونید به هر شیوه و هر طرحی که دوست داشته باشید نونای بستنیتون رو طرح بزنید. خاصیت چسبندگی عسل به مراتب بیشتر از محلول شکر و آب هستش. شما میتونید از خود عسل بدون ترکیبش در آب، حل کردنش در آب استفاده بکنید. من به همین جهت برای اینکه پسته ها نیفتن و ماندگاری بیشتری روی نون ها داشته باشن از عسل استفاده کردم و میتونید شما برای هفته ها نونتون رو با تزیینی که با عسل انجام دادید نگه دارید. همونطور که ملاحظه میکنید، من حتی نون رو هم که تکون میدم به هیچ عنوان تزیینات ما از نون جدا نمیشن و نمیافتن. خامه رو از فریزر بیرون میاریم و به قطعاتی که
دوست داریم خامه ها رو خرد میکنیم. بعضی ها دوست دارن خامه های تیکه‌ای درون بستنشون داشته باشن و بعضی ها بیشتر ترجیح میدن که خامه هاشون کاملا خرد باشه و لابلای بستنیشون کنار پسته زیر دندونشون بیاد. به هر صورت نوش جونتون. حالا برای آخرین بار بستنی رو از فریزر بیرون میاریم و خامه های خرد شده رو بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم که کاملا خامه ها در همه جای بستنی پخش بشن. همونطور که ملاحظه میکنید بستنی ما الان کشدار شده و آماده است برای سرو کردن. از یک قاشق بستنی استفاده میکنیم که درون آب بلرم قرار میدیم برای کشیدن بستنی تا بستنی بهش نچسبه. باشید و با لایک و سابسکرایب خودتون حمایت خوبی از این کانال به عمل بیارید. روزگار و اوقات خیلی خوشی رو براتون آرزو میکنم.